ما جهش علمی رو نباید بگذاریم متوقف. کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان به معنای واقعی کلمه، العلم سلطان. سلام، خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگه در خدمتتونم. امیدوارم هر کجا که هستید حالا احوالتون خوب باشه. همیشه وقتی صحبت از بلاهای طبیعی مثل سیل، زلزله، طوفان و صاعقه میشه همه ما میترسیم، چون میدونیم خسارات و صدمات جبران ناپذیر مالی و جانی برای هممون داره. یکی از این بلاها که خیلی رایجه و همه جای دنیا باهاش مواجه هستن زلزله است. یعنی وقتی زلزله بیاد قطعاً صدماتی به ما خواهد زد که جبران ناپذیره. امروز تو کشورهای پیشرفته مثل امریکا و مخصوصاً ژاپن که کشوری زلزله خیز هستش، اومدن با دستاوردهای جدید در مصالح و بناها جوری ساختمونا رو میسازن که تا حد خیلی زیادی از این بلای مهار نشدنی که زلزله هست جلوگیری کنن. امروز هم تو کشور خودم داره این اتفاق میفته و شرکتی رو ما امروز پیدا کردیم و سراغشون رفتیم که تونستن این بلا رو به طور خیلی زیادی در برابرش مقاومت کنن. بریم تاریخچه‌ای بشنویم، برگردیم در خدمتتونم. تخریب و ویرانی و تلفات به جا مونده از زمین لرزه ها در نقاط مختلف موجب وارد اومدن خسارات و بالا رفتن هزینه زندگی بشر میشه. به همین دلیل متخصصان و کارشناسان در کشورهای پیشرو بر آن شدند تا راههایی را جهت مقابله با این حوادث پیدا کنند. یکی از راهکارهای موفق در این زمینه استفاده از میلگرد بستر است. اولین باری که از میلگرد بستر در ساخت بناها استفاده شد سال 1813 میلادی در اروپا بود. اروپاییان دریافتند که با این شیوه میتونن از سرمایه انسانی و مالی خود در برابر تکانهای شدید زمین مراقبت کنند. سپس و از حدود 70 سال پیش استفاده از این روش در آمریکا نیز مرسوم شد و اونا آیین‌نامه‌ای رو برای ایجاد روش استاندارد به کارگیری اون تهیه کردن. در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی، استرالیا، هند، کانادا، نیوزلند از این میلگرد در بناهای خود استفاده می‌کنند. بحث‌های پیرامون حوادث طبیعی سال‌هاست در ایران جریان داره، اما متأسفانه به راهکارهای عملی توجه چندانی نشده است و هر بار با وقوع زلزله در نقطه‌ای از کشور مدتی در این باره صحبت میشه و بعد از مدتی همه چیز به دست فراموشی سپرده میشه. سودجویی بعضی از سازندگان که به بساز بفروش معروف شدن مهمترین عامل بروز فاجعه در زمان وقوع زمین لرزه است. از سال 1392 با انتشار رسمی مبحث هشتم مقررات ملی، این میلگرد در ایران نیز دارای آیین‌نامه ملی گرد. امید است تا در آینده این نچندان دور بناهای ساخته شده در ایران نیز از مقاومت مطلوبی در برابر حوادث طبیعی به خصوص زمین لرزه ها برخوردار شوند. تو این تاریخچه‌ای که شنیدین تا حدی با گذشته این محصول آشنا شدید. بیننده این قسمت از برنامه حتما باشید تا به طور کاملی محصول به شما معرفی بشه. در خدمت جناب آقای مهندس فعال هستیم، ایشون مدیر عامل مجموعه هستن. قربان وقتتون بخیر. متشکرم. متشکرم. لطف فرمایید در مورد تاریخچه مجموعه برامون صحبت کنید. چه سال شروع به کار کردید؟ قربان. به نام خدا. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. خدمت شما عرض کنم شرکت ما از سال 1389 ابتداعاً شروع به کار شد و توسط یکی از کارشناسان خبره‌ای که اکثراً بالای 20 سال سابقه کار داشتن این شرکت رو تأسیس کردن.
با توجه به تجربه بالایی که دوستان ما داشتن، از ابتدا اهداف و مأموریت‌های برای شرکت تعریف کردن که به مرور در مسیر حرکت شرکت این اهداف رو مد نظر قرار دادن و به سمت اونها حرکت کردن. قلب هر مجموعه ای خط تولیدشه. چرا؟ چون تمام طرح‌ها و ایده‌ها اینجا عملی میشه و مشاهد محصول نهایی هست. کنار من جناب آقای مهندس عراقی هستن، ایشون مدیر کارخونه. قربان وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر. بفرمایید که خط تولیدتون چند سال افتتاح شده؟ ما از سال 96 شروع به کار کردیم. ابتدا با 3 تا دستگاه مشغول به کار شدیم، ولی در حال حاضر 15 تا دستگاه فعال داریم، 10 تا دستگاه هم در حال ساخت. چی شد اصلا شما نیاز تولید چنین محصولی رو تو کشور احساس کردید؟ همونجور که عرض کردم، مؤسسین شرکت ما مثل کارشناس‌های زبده و خبره‌ای بودن که سال‌های زیادی رو توی مجموعه‌های مختلف کار کرده بودن. از جمله عزیزانی بودن که تو زمینه‌های زلزله و کارهای مثل این رو فعالیت زیادی داشتن و هر جایی که اتفاقی افتاده بود این دوستان معمولا حضور پیدا کرده بودن، بازدید کرده بودن، تأثیرات زلزله رو بررسی کرده بودن و شرایطی رو که تو منطقه حاکم بود رو دیده بودن. و در کنار همه این موارد، آسیب پذیرترین نقطه ای رو که در ساختمان وجود داشت رو در واقع مورد بررسی قرار داده بودن که این بخش آسیب پذیر بخش دیوارهای ساختمان ها بود، به دلیل اینکه خصوصا در سالهای اخیر بخش سازه ما به یک طراحی مناسب و بین‌المللی رسیده، حتی بعضی جا از سطح بین‌المللی میتونیم بگیم بالاتر رفته و قوی‌تر شده و بحث سقف‌ها باز به همین ترتیب با روش‌های نوینی که وجود داره، متال دک و بابل دک و سیستم‌های مختلفی که در روی سقف دارن کار می‌کنن، از نظر سقف هم به ایمنی تقریبا اطمینان بخشی رسیده بود. بخشی که آسیب پذیر بود بخش دیوارها بود که خیلی ساختمان، حتی میدونیم ساختمان های نوساز، ساختمان که هنوز کسی توشون نرفته بود و استفاده نشده بود، در معرض زلزله خصوصا مثلا در زلزله آسیب پذیر بود، آسیب دیده بود و تخریب شده بود. حتی بر اساس همین مشاهدات و در واقع بررسی هایی که انجام شده بود، شرکت از ابتدا مأموریت خودش رو بر این قرار داد که بیاد و یک نحوی این دیوارها رو مستحکم کنه و حالا به اصطلاح مسلح کنه، که این دیوارها میتونیم بگیم که 95% از بلوک استفاده میکنن، یا آجرن یا بلوکن، حالا انواع بلوک ها. پس بنابراین تصمیم شرکت این شد که هدفش رو رو این قرار بده که فعلا این 95% رو که همه مردم دارن ازش استفاده میکنن، یعنی از بالاترین قشری که توی جامعه وجود داره تا پایین‌ترین قشر مجبورن که از بلوک برای ساختمان‌سازی استفاده کنن. لذا ترجیح شرکت این شد که ابتدا بیاد این در واقع مدلی رو که وجود داره رو به یک نحوی بهینش کنه و به روزش کنه و ایمنش کنه و در مرحله بعد حالا به مصالح دیگه برسه. درسته. پس بنابراین ما میلگرده بستر رو در واقع انتخاب میکنیم. همونطور که مطالعه هستید یه استاندارد 2800 داریم که بسیار شناخته شده است، یعنی شاید یک مدرک مهندسی کشور باشه که معروف ترین و پرکاربرد ترین استاندارد مهندسی کشور، نه تا مهندسی عمران، کل مهندسین استاندارد 2800 میشناسن که طراحی ساختمان در برابر زلزله است. نکته که ما کمتر بهش توجه کرده بودیم توی این آیین‌نامه اجزای غیر سازه‌ای بود، میان قاب ها بود، نما بود. بله. اینها توی مباحث قبلی یا توی ویرایش قبلی آیین‌نامه 2800 برای ساختمان از یه حدی بالاتر مورد توجه قرار گرفته بود و برای ساختمان های کم طبقه یا میان طبقه تأکید کمتری بهش شده بود. بعد از زلزله سر پل ذهاب که اتفاق افتاد، بله، به طور جد ما تمرکز کردیم رو موضوع
میان قاب ها و یک پیوستی برای آینامه 2800 در آوردیم که همین که اشاره کردم پیوست ششم، و توی اون یکی از راهکارهایی که هست همین استفاده از منگرد بستر، که اون جایی که شما از بلوک استفاده میکنید و از ملات سیمان استفاده میکنید، میلگرد بستر میتونه کمک بکنه که هم حرکت قاب رو داخل صفحه هم خارج صفحه درست بتونه کنترل بکنه موقع اتفاق زلزله. علاوه بر اون در مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان که مربوط میشه به ساختمان‌های بنایی، اون هم باز از میلگرد بستر استفاده شده. البته خوب راهکارهای دیگه هم هست که یکیش همین میلگرد بستر. زمانی که دیگه تولید محصول خواستین انجام میدید، تو این فرایند به چه مشکلاتی برخورد؟ بله بله، باید به نکات مختلف اشاره کرد، از جمله این که خب دستگاه ها توی ایران نبود و اولین بار بود که در واقع یک چنین محصولی با چنین ویژگی هایی قرار بود تولید بشه. خب اول که خب بحث مطالعاتی بود که کار مطالعاتی انجام، بعد از این مرحله به مرحله طراحی دستگاه ها ما رسیدیم، به دلیل اینکه دستگاه هایی که در خارج از کشور هست خیلی گرون قیمت هست و اگر قرار بود ما اون دستگاه رو باید کنیم که ارز خارج زیادی رو باید از کشور خارج میکردیم. جز از همون کارشناسان عزیزی که در واقع مؤسس بودن توی شرکت و دیگر دوستانی که همکاری میکردن به ما، با ما همکاری داشتن و مشورت به ما میدادن، خواستیم تا یه دستگاهی رو در داخل کشور طراحی کنیم که حالا این مقدار زمان برد تا ما بتونیم به اون بهینه‌ای که میخواستیم دست پیدا کنیم، دستگاه‌ها در داخل کشور توسط خودمون و با کمک پیمانکارهای در واقع داخلی ما این دستگاه‌ها رو ساختیم و در حال استفاده هستیم. مواد اولی همون داخل کشور تولید میشه و با انجام تستایی که انجام داریم رو مواد اولی همون و با کارخونه که الان در حال حاضر باش کار میکنیم، دیگه اون کارخونه همون مواد رو میده و درسته. آره. صفر تا صد اتفاقایی که توی این مجموعه و خط تولید میفته ایرانیه، یعنی به هیچ عنوان وابستگی خارجی نداره. مزیت دستگاه شما چی هست امروز؟ همونطور که عرض کردم یکی از بزرگترین مزیت‌هایی که این در واقع دستگاه‌ها دارن اینه که متعلق به خود ماست. طراحی همه چیز از بیس از صفر تا صد در واقع در دست خود ماست. و این یکی از بزرگترین در واقع امتیازاتیه که میتونم بگم شرکت ما داره توی این مزیت. علاوه بر اون در مقایسه با دستگاه‌های خارجی، دستگاهی که ما داریم از نظر در واقع تعمیرات و نگهداری خب بسیار ساده تر و آسون ترن، و علاوه بر اون که مزیت بالاتری محسوب میشه اینه که این دستگاه ها توان تولیدشون و میزان تولیدشون در هر شیفت کاری اگر نگیم بهتر از اونها و بیشتر از اونها، حداقل از سطح دستگاه های خارجی قرار دارن. نمونه های خارجی خب هزینه های خیلی بالایی داشتن و ریت تولیدشون یا همون میزان تولیدشون در هر شیفت به اندازه در واقع دستگاهی که ما داریم یا مال ما بهتره و بیشتره، یا اینکه حداقل دیگه همتراز با در واقع محصولات خارجی است، با این تفاوت که قیمتی که برای ما دارن دستگاه ها نسبت به اونها اصلا قابل قیاس نیست و این سبب میشه که هزینه های تولید ما کاهش پیدا کنه و با یه هزینه مناسب تری بتونیم در واقع در داخل تولید رو داشته باشیم، و به دلیل همین پایین بودن هزینه های تولید حتی ما به مزیت صادراتی هم در این فکر میکنیم. سوال بعد این بود که تا به امروز این اتفاق افتاده یا خیر در آینده قراره؟ بله بله حتما. بسیار متشکرم. نگاهمون نسبت به دیوار خیلی نگاه علمی نبوده تو طول سالها. بله. و صرفا دیوار رو رو حرکت قائمش و روی ایستای قائمش فکر می‌کردیم و خیلی جا می‌پذیرفتیم که موقع زلزله این ترک بخوره بریزه، چون خیلی از جاها همونطور که گفتم آسیب جانی وارد نمی‌کنه. بعد از اون زلزله و پیوستی که ابلاغ شد، یعنی امروز شما ساختمون می‌سازید باید حتما اون تمهیداتی که توی پیوست 6 هست رو حتما رعایت بکنید، و مهمتر از اون اینه که ما بتوانیم اون
اجزایی که نیاز است، از جمله همین میلگرد بستری که صحبتش رو میکنید و بست‌ها و سایر اقلامی که با عنوان اتصالات مورد استفاده است که میتونه این حرکت دیوار رو به طور خاص کنترل بکنه موقع وقوع زلزله، اینها رو تولید کننده ها رو تشویق کنیم که به این سمت برن و تولید داخلی خوبی خوشبختانه امروز داریم که بسیارشون مدن از مرکز تحقیقات گواهینامه فنی گرفتن. بسیار عالی. و ما آزمایشای روی میز لرزه انجام دادیم برای این اتصالات و خوشبختانه جوابای خوبی گرفتیم. یه مسیری به سمت جلو هست. بفهمید که چند نفر اینجا مشغول کارن؟ ما 45 نفر به طور مستقیم مشغول بودیم خط تولید کار. مطلب آخر من اینه که چند نوع محصول اینجا تولید میشه؟ ما 3 نوع محصول داریم. میلگرد بستر 5.5 سانتیمتری، 11 سانتیمتری و میلگرد بستر خصمی. 5.5 سانتیمتری و 11 سانتیمتری برای بلوپ سیمانی و سفالی استفاده میشه. میلگرد بستر تصمیمون برای بلوپ اوتوکلاف و AAC. خیلی عمالی. من با آقای عراقی برم بخش مختلف رو ببینم. شما همراه ما باشید. بفرمایید. آقای مهندس بفهمید که ما چه راههایی داریم برای نگه داشتن دیوار در برابر زلزله و بین این راهها چطور شما میلگرد بستر رو انتخاب کردید؟ روش‌های متعددی وجود داره که حالا یه روش‌های سنتی است که توی ایران دارن استفاده می‌کنن، مثل شاخک گذاری یا مثلا مثل نفشی کشی که حالا معروف شده به والپست توی کشور. روش‌های دیگه داریم استفاده از FRP هست یا روش‌های دیگه‌ای که تو بین‌المللی استفاده می‌کنن که البته اونها به طور معمول در واقع روش‌های بین‌المللی عرض می‌کنم روش‌های گران قیمتیان که برای ساختمان‌های ساخته شده استفاده می‌کنن و خب هزینه‌های خیلی بالایی دارن. ولی شاخک‌گذاری و نفشی‌کشی چیزی که تو ایران متداول بوده، خصوصاً روشی که تو ایران دارن برای نفشی‌کشی استفاده می‌کنن که میان بالا پایین در واقع نفشی رو جوش میدن، تیر پایین و تیر بالا هر دو تا جوش می‌خوره. خب این یک آسیب جدی می‌رسونه به سازه، چون عملاً به عنوان یک تیر عمل می‌کنه و حتی ممکنه جدی‌تر دیوار رو تخریب کنه به دلیل کمانشی که در نفشی اتفاق می‌افته، باعث تخریب دیوار. لذا روش های سنتی که وجود داشت خب دیده بودیم عملا نمیتونه خیلی دیوار رو حفظ کنه، خصوصا تو شاخک گذاری به دلیل اینکه شاخک رو جوش میدادن و این صلب بود و ثابت بود نمیتونستن تغییری ایجاد کنن. گاهی وقت دیوار به شاخک میرسید شاخک داخل بلوک قرار میگرفت، بنابراین میامدن بلوک رو میشکستن که شاخک رو قرار بدن و عملا دیوار تخریب شده بود و دیوار ضعیف شده بود، نه تنها کمکی به نگه داشتن دیوار نکرده بود که حتی دیوار رو ضعیف کرده بود. لذا نیاز بود که یک چیزی دیگه، یک روش دیگه، یک محصول جایگزین بیاد، جایگزین بشه و یا حتی کمکی در واقع این محصولات باشه، که خب محصول میلگرد بستر یکی از بهترین روش‌هایی بود که در بین‌الملل داشت استفاده می‌شد. سال‌های خیلی زیادی دنیا از این روش استفاده کرده بود، در بیش از 20 کشور دنیا این محصول رو تست کردن. درست. و در همه جا خوشبختانه جوابای بسیار عالی گرفتن و در زلزله‌هایی که در کشورهای دیگه رخ داده بود که این محصول در اونجا استفاده شده بود عملا هم نشون داده بود که بسیار روش مفیده. خیلی خوشحالیم که امروز تونستیم به این محصول تو کشورمون برسیم و تولیدش کنیم. اما داشتم فکر میکردم اگه یه ذره قبلتر زمان وقوع زلزله کرمانشاه، بم و حتی قبلتر منجیل ما این محصول رو تو کشورمون داشتیم و تو سازه ها و بناهامون استفاده میکردیم،
قطعاً جلوگیری میشد از وقوع خسارات جانی و مالی که به اون شدت شاهدش بودیم. ولی خب امروز هم خوشحالیم و فکر میکنم از این به بعد ما شاهد خسارات کمتری در زمان زلزله باشیم. حتما بهتون پیشنهاد میکنم قسمت بعدی رو هم ببینید. چرا؟ چون ما کم کم رسیدیم به آخرای معجزه امید و دیگه این چند قسمت پایانی رو حتما بینندش باشید. تا برنامه بعدی در پناه هم خود نگهدارید.